با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. یه عذرخواهی ویژه خدمت علاقمندان و هواداران چنل سود به خاطر پخش نشدن مرتب برنامه بررسی تیتر روزنامه‌های ورزشی چاپ تهران بکنم که من چند روز قبل هم خدمتتون عرض کردم توی سفری هستم و عذرخواهی میکنم به خاطر حالا شرایط سفر و تایم زمانی که داره این برنامه رو من نتونستم مرتب به حضورتون تقدیم بکنم، اما از همینجا عذرخواهی میکنم و اعلام میکنم که تو همین سفر هر زمانی که بتونم در خدمتتون هستم و الا در برگشت این برنامه که جای خودش رو به صورت ثابت باز کرده بین شما بزرگواران حتما تقدیم حضورتون میشه. از شهر فرشتگان لس آنجلس خدمتتون هستم و با افتخار عرض ادب و ارادت میکنم به حضور همه شما بزرگواران. به حضورتون عرض بکنم دیدم که توی خبرها اعلام شده بود که یحیی گل محمدی سرمربی اسبق پرسپولیس و این فصل فولاد خوزستان هنوز مجوزش و اون کارت بازی صادر نشده. دلایلش هم دوستان فوتبالی نیست، دلایل غیر فوتبالی همیشه در ورزش ایران بوده و به خصوص ورزشکارانی که یک کمی با حکومت زاویه دارن، با مردم هستن. حالا من بخوام تک تک این اسامی رو اعلام بکنم شاید وقت نباشه، اما به حضورتون عرض بکنم اسامی که خودتون می‌دونید، علی کریمی، علی دایی و بسیاری دیگه ای که دم همه‌شون گرم، اما یحیی گل محمدی هم از پرسپولیس فراریش دارن. یعنی یه کاری کردن که استعفا بده، به خاطرشی، به خاطری که کنار مردم ایران قرار گرفت بود، با رفقا و اسطوره های ورزش ایران خودش همراه بود و بارها اشاره کردن که آقا این همراهی و این آزادگی رو کنار بذار که ایشون قبول نکرد و واقعا درود به شرفش. بعد با اون شرایط از پرسپولیس رفت، یکی دو ماه قبل رفت در فولاد خوزستان قرار داد. بس آقای هوشنگ نصیرزاده رسما اعلام کرد که آقا مشکلی آقای گل محمدی برای همراهی فولاد نداره و میتونه در این تیم باشه. اما آقای نصیرزاده، تیم شما امروز بازی داره، سرمربیتون کارت بازی صادر نشده براش، حداقل بهت حقیقت رو به مردم بگید. بگید آقا ما نتونستیم اون مزدوران و اون سرکردگان حکومت و عیادیشون رو راضی بکنیم که آقا آقای گل محمدی کارتشو بدن. یحیی گل محمدی بهش گفتن که باید استوریاتو برای علی کریمی، علی دایی، پستاتو و همه اینا رو پاک کنی و در یک کلمه واسم بگی من تمام این حرفا و این کارهایی کرده همه اشتباه بوده و اصلا این کارو نمی‌کنم، که یحیی گل محمدی این کارو نکرده بود. من روی صحبتم با این مزدورانی است که در ورزش ایران همیشه حرف اول و آخر می‌زدن و تو این دولت هم که الان شروع شده داریم می‌بینیم که یه مزدور دیگه در ورزش قراره سمت بگیره، وزیر ورزش بشه آقای دنیا مالی، کسی که اصلا این دولت رو زیر پاهاش له کرده با اون حرفا، دولت مرعوب اعلام کرده بود و آدم آقای قالیباف. خب این آدم موقعی که خودش سردار سپاه بوده و از ایادی حکومت بوده، خب میاد به اسطوره‌های مردم ایران کمک میکنه. فدراسیون فوتبال هم داریم اینه کیا برش دارن حکومت میکنن، امثال آقای تاج به دوستانش که همه‌شون رو نگاه بکنی ذره‌ای برای مردم ایران کار نمی‌کنن و همه ایادی حکومت هستن. من می‌خواستم از مسئولان فدراسیون فوتبال که حالا دم دستم هستن بپرسم آقا چطور جواد نکونام با اون سابقه طولانی در رمالی، در دزدی و در هزار تا مسئله مختلف میاد و خدمتتون عرض بکنم که مجوزش صادر میشه، اما یحیی گل محمدی مجوزی صادر نمیشه. یکی بیاد اینو به مردم اشاره بکنه مشکل یحیی گل محمدی چیه، شما بیاد بگید. جواد نکونام که خیلی اشاره میکنن که آقا اصلا نمیتونه به حضور داشته باشه، مجوزی صادر نمیشه، چطور الان میاد و خیلی راحت بازیکناشو میگیره، کاراشو انجام میده و یحیی گل محمدی در حالی که چند ساعت دیگه مونده به بازی تیمش در لیگ برتر در هفته نخست، خدمتتون عرض بکنم این مدلی باید هزینه بده. من میدونم که قطعا جوابی نخواهم گرفت، اما روی سخنم و سوالم این هستش که تا کی باید این اتفاقات بیفته؟ چرا
امثال جواد نکونام میتونن راحت توی این حکومت جولون بدن، آدم فروشی کنن، برن راحت جادوگر رمال بگیرن برای فوتبال و کاراشون رو انجام بدن. اما خدمتتون عرض بکنم امثال یحیی گل محمدی باید برن تو خونهشون بشینن، امثال مربیان مردمی دیگه مثل رسول خادم، ورزشکار بزرگ ایرانی، افرادی که با نظام نبودن و با مردم هم. این لکه ننگ بر پیشونی اون آدم ها خواهد بود و امثال جواد نکونام آدم هایی که قیمت ندارن، قیمتشون خیلی ارزونه و خیلی راحت خودشون رو میفروشن، دوست دارن به هر قیمتی باشن. اما بزرگ مردانی همچون یحیی گل محمدی تا پای جان برای مردم نیستن. اینا قشنگه. دم همتون گرم، شب و روزتون خوش، خدا یارو نگهدار.